اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تعزیت و تسلیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین. خب اینکه کلیپ میخواستن پخش کنن، من مانع شدم از این جهت بود که چون وقت شاید ممکن بود گرفته بشه. اون سخنرانی بوده سال اواخر سال 2009 راجع به نقد فیلم 2012 بود. در واقع اونجا نقد این فیلم 2012 رو ما بهانه قرار دادیم در رابطه با پروژه آخرالزمانی و نظم نوین جهانی که اینها در دستور کار داشتن برای دنیا علل خصوص منطقه خودمون. همونطور که فهمیدم من اونجا حتی اسم کشورها رو هم میگم، یعنی دونه دونه اسم میبرم، لیبی، مصر و تنها کشوری که بنده اونجا اسم بردم و هنوز اتفاقی نیفتاده الجزایره، وگرنه تک تک این کشوری که اسپورده شد همین بلا سرشون آمد. و حتی سوریه رو تأکید میکنم که اینا بر سوریه برنامه دارن و دوباره تأکید میکنم که گروه های تکفیری با پرچم های سیاه رنگ در منطقه شکل خواهد گرفت. حتی به رنگ سیاه پرچم هاشون هم اشاره میکنم. این خب پیشگویی نیستش، این پیشبینیه و آدم خوب اگر بتونه تابع رفتاری دشمنش رو رصد بکنه، وقتی یک عدد توی اون تابع میذاری خیلی معقول میشه بفهمی که از برد چه عددی میگیری. اگر یک فرمول ساده مثل ایگرگ مساوی ایکس رو شما در نظر بگیرید، وقتی عدد یک میدید توی این تابع خیلی واضحه چه عددی میخواد بگیرید. و فیوچرولوژی و آینده پژوهی سالهاست که در کشورهای غربی اونها دارن کارشو انجام میدن، مستشرقین فراوانی داشتن ما رو بررسی میکنن. متاسفانه ما یه خورده خیلی زیادم کم کاری کردیم. شنیدم که حتی رشتهش هم کورسش هم وارد کردن حالا دانشگاه تهران و یکی از دانشکده‌های وزارت دفاع. خوب حالا اما دیر، اما به قولی میگن مایی رو هر وقت از آب بگیری میگه میمیره، تازه است. خدمت شما عرض بکنم که من پیرامون بحث داعش نکات فراوون دارم، چون بسیار بسیار مقوله‌ای پیچیده و دارای فاکتورهای مختلف اثرگذار روی این پدیده در واقع وجود داره. به سادگی نمیشه خیلی سریع ما بخوایم توی فرصتی که داریم در واقع در رابطه با اون صحبت بکنیم. من فقط روی مؤلفه های اصلی تر صحبت میکنم و یک سری بحثایی که شاید علی خصوص مباحث هشتم و نهم هم، چون روی نه بخش مجزا کردم، اون خاص و ویژه این جلسه است. یعنی باید میدونم جای دیگه در موردش حتی بحث بشه و صحبت بشه. ببینید اینجا دانشکده علوم سیاسیه و نگاه رئالیستی است به مسائل و خوبم هست و من واقعا در همینم میخوام باشه. ببینید چند سالی است که عناصر و جبهه قدرت در دنیا درش جابجایی صورت گرفته. ما قدرت‌های نوظهور نظامی داریم، اقتصادی داریم و به تبع اون، چون قدرت‌های اقتصادی به تبع اون قدرت‌های دیگر رو هم با خودش میاره. یعنی شما الان چین رو داری، بریکس رو داریم که به زودی از غرب عبور خواهند کرد. اینها در هیچ شکی وجود نداره. مقاله میخوندم که فقط کافیه چین بخواد شوخی با امریکا بکنه و دلارهایی رو که داره فقط وارد بازار بکنه، چنان دلار میشکنه پایین میاد که یه باید واقعا با امریکا خدافظی کرد. و اینا بسیار مباحث جدی هستش. اینو دقت کنید، اگر 3-4 سال پیش یه نفر میاد به شما میگه آقا یه روزی قراره تو منطقه آدم بخورن، نمیدونم از این کار عجب غریب کنه، شما باورتون نمیشد. گفتم میشه همچین چیزی؟ بس عادت بکنید اگه منطقی بررسی کنید برای شنیدن و دیدن چیزهای خیلی عجب غریب تر از این مسائل. آمریکا نیاز داره برای اینکه بره اطراف چین رو درش حضور حتی نظامی داشته باشه. یک تغییر در دیدگاه نظامی آمریکایی‌ها به وجود اومده، این که دارن پایگاه نظامیشون رو کوچیک میکنن و به قولی چالاک، طرح چابک سازیه و دور چین رو دارن میگیرن. حتی سفرهای متعددی که اون زمان خانم هیلاری کلینتون به میانمار داشت برای اینکه پایگاه نظامی در اونجا تأسیس بشه، و چون نیاز داره حضور نظامی در اطراف چین رو، رایزنی‌هایی که با کره‌ای‌ها داشتن، با ژاپنی‌ها داشتن، با تایلندی ها داشتن و غیره، تایوانی ها داشتن و غیره، همین ها نشون دهنده اینه که امریکا یک تغییر نگرش داشته توی پیشبرد اهداف نظامی خودش. یکی از اتفاقات دیگه که افتاده اینه که امریکا باید منطقه رو خالی بکنه.
این یک بایده. خب یعنی چاره جز این نداره. منتها بحثی که پیش میاد، خلأ قدرتی در خاورمیانه به وجود میاد. این خلأ قدرت رو چه کسی باید پر بکنه؟ این دغدغه هم خود امریکا یا هم همپیمانان امریکا تو منطقه بوده. یعنی نگرانن که مبادا این خلأ قدرت موجب نفوذ بیشتر ایران در منطقه بشه. از این جهت طرحی که پیشنهاد میشه نبرد نیابتیه، یعنی کشورهای دیگر به نیابت از امریکا این کار رو پیش میبرن و ایران رو کنترل میکنن. دکترین مهار که در رابطه با ایران پیریزی شد، طرح دلتا بود در واقع. دکترین اول یک زلش مهار، زل دومش نبرد رسانه‌ای و زل سومش ساماندهی نافرمانی های مدنی. روی بحث مهار ایران ما میبینیم بحث تحریم ها پیش میاد، یعنی دقیقا اون دکترین هایی که اینا داشتن مو به مو دارن اجرا میکنن، منتها بر سر راه بسیاری از در واقع مقاصد و اهدافشون سنگ‌اندازی های شده. بعضا این سنگ‌اندازی سر دعوای سیاسی خودشون بوده، مثلا بین جمهوری خواه و دموکرات ها، یا سر مقابله ایران بوده، یا اتفاقاتی که پیش بینی نکرده بودن. اینجوری نیست که هرچی بخوان بشه. نگاه امریکاییان بعد از کمونیسم کلا نسبت به خاورمیانه عوض شد. پیش از اون اونها به دنبال امنیت برای خاورمیانه بودن، چون میدونستن که ناامنی فقر میاره و فقر جوامع رو به سمت کمونیسم سوق میده، از این جهت نگران بودن. اما بعد از اون استراتژی واقعا عوض میشه و ناامنی منطقه بیشتر به سودشونه. ما ناامنی که در اون نبردهای فرسایشی شکل بگیره و طرفین همدیگه رو تضعیف بکنن، یک توازن قدرت به وجود بیاره توی به وجود بیاد توی منطقه، این مد نظرشون بوده. شما مثلا امروز می‌بینید که ارتش سوریه که یکی از مهمترین ارتش‌هایی بوده که میتونست با اسرائیل بجنگه، درگیر گروه‌های تکفیری شده. خب این یه چیزی که پسندیده هم آمریکایی‌هاست هم اسرائیلی‌ها، چون این یه طیفه. از تضعیف سوریه شما در نظر بگیرید یک سر خط تا حذف بشار اسد، اون که دیگه حالت ایدئاله برای اینها، اما هر کدام نقاطی که روی این خط هست برای اینا خوشایند و پسندیده است. در یک جنگ فرسایشی تو یک منطقه همه جمعشون کردن آوردن اونجا، یعنی خیلی راحت هم برای امریکایی‌ها این مطلوبیت داره، هم برای صهیونیست‌ها، برای اسرائیلی‌ها. این ریشه خیلی از مباحث میتونه از همین جا در واقع به عنوان یک سرخطی، به عنوان یک برداری که حاصل در واقع بردار برآینده خیلی از بردارهای دیگه است ما بهش توجه بکنیم. اما تنها هدف از شکل گیری این گروه ها در این که این گروه ها رو دستگاه های امنیتی غرب به وجود آوردن، بنده یقین داره، مثلا هیچ شکی وجود نداره. حالا بحثم میکنم سر این مسائل. یکی از نگاه ها اینه، یعنی واقعا میشه محور مقاومت رو ایران رو درگیر اینها کرد و این تو این نبرد فرسایشی هر طرف که ضعیف بشه به نفع ایناست، هیچ فرق نمیکنه. نکته دوم، چون از این میخوام سریع گذر کنم چون اینا رو اطلاع دارید و چون اطلاع دارید زیاد مهم نیست. نکته دوم اینی که ببینید، حکامی در خاورمیانه سر کار بودن که همواره اسلامگرایانی که مقابل اینها بودن داعیه حکومت داشتن. حالا چه اخوانی ها در مصر و سوریه و لبنان و حتی ترکیه شما بگیرید تو این طیف کشورها، و یا حتی کسای دیگه حتی به فکر الگوی خاصی برای حکومتشون هم تا الان فکر نکردن. ببینید عزیزان، ما در فقه اهل سنت، خب برخلاف فقه شیعی که یک ساختار مشخص شیعیان رسیدن برای تشکیل حکومت، مثلا ولایت فقیه، در فقه اهل سنت اتفاق خاصی نیفتاد. دلیلش رو هم عرض میکنم. به خاطر اینکه یک نگاه دینی و نگاه اسلامی وقتی میخواد بیاد یک ساختار سیاسی بچینه، برای یک مبنای این کار انجام میده، میاد اون مبنا رو هم دین قرار میده، اسلام قرار میده، پس به نگرشش به اسلام بستگی داره. ببینید جناب خلیفه اول در اسلام به عنوان یک حاکم سیاسی توسط سقیفه تعیین میشه. این یک نوع از انتخاب حاکم است، دقت کنید ها، یک نوع از انتخاب حاکم که چون سلف صالح بر آن تن نهاده اند میتوان از آن پیروی کرد. چون فعل صحابه برای برادران اهل سنت ما چیه؟ بله، الگوه.
جناب خلیفه دوم با انتصاب خلیفه میشن، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم رو منتصب میکنه، بعد از من فلانی تمام شد رفت، که همینا اسنادش بالاخره در منابع معتبر موجوده و نیاز الان وقتمونو میگیره. من جدا سخنرانی کردم بحث کردم. جناب خلیفه سوم در یک شورای شش نفره به خلافت میرسه. شرایطی که خلیفه دوم مشخص میکنه برای انتصاب عثمان که نتیجتاً میشه انتصاب عثمان، خواندنیه در تاریخ. برید ببینید که سه روز وقت دارن، 50 نفر نیروی نظامی دوره اون محله به قولی که داشته این شور صورت میگرفتن اونجا رو میگیرن، و اگر 5 نفر یک طرف شدن یک طرف چه کار کن، اگه 2-4 شدن چه کار کن، همه اینا رو گفته، اگه 3-3 برابر شدن عبدالرحمن فلان کنه، و حتی کاندیداها اگر میخواستن سرباز بزنن و نپذیرن کشته میشدن، یعنی فرمان این بوده آنها رو گردن بزن. خلیفه چهارم با رجوع عموم مردم به قدرت میرسه، یعنی امیرالمومنین، یعنی عموم مردم میریزن جا در خونه ایشون، که دارید در تاریخ حضرت علی میگه آنچنان اینها بر ما هجوم آوردن که امام حسن و حسین بچه نبودن اون موقع، انگار که نقش محافظ بر امیرالمومنین ایفا میکنن، میگه من بیم جان حسنین بردم، هم دارن زیر دست و پا له میشن، یعنی اینطور حجم، یعنی عمومی تر بوده، درخواست شاید به امروزی تر بوده. حالا خلیفه پنجم که معاویه باشه با شمشیر حکومت میرسه. چون تک تک اینها متفاوته، فقه اهل سنت به لحاظ حکومتی به یک نتیجه رسید، چون نمیدونست کدوم یکی اینها میتونه مبنا باشه، چون همشون میتونه به عنوان الگو قرار چی کار میشه کرد. اومدن به یک قاعده فقهی رسیدن مبنی بر اینکه الملکو لمن یغلب، کلن حکومت با همان کسی است که غالب میشه، مدل غالب شدن اهمیتی نداره. حالا میخواد مردم رای بدن، میخواد با شمشیر باشه، میخواد با انتصاب باشه، میخواد شورای او رو انتخاب بکنن، هیچ اهمیتی نداره، مهم این است که او به حکومت رسیده است. و اینم بهتون بگم در فقه اهل سنت ایستادگی در مقابل حاکم اسلامی بسیار مذموم است، ان کان عبدا حبشیا، حتی اگر حاکم اسلامی چی باشه، برده ای از حبشه باشه، یعنی خارجی باشه اصلا، و حتی از سادات یعنی از بزرگان آقایان هم نباشه، برده هم باشه شما باید باشه. حتی در جاهای عبارت این چنین ان کان فاسقا، شما باید چون حاکم است بپذیرید. با شکل گیری اتفاقات جدید در منطقه و اون چه که ما میگیم بیداری اسلامی و برخی دیگر میگن بهار عربی، یک اتفاق افتاد، مردمی ریختن حاکم خودشون رو تغییر بدن. این با تمام آنچه که تاکنون در فقه اهل سنت وجود داشته در تضاد. اینجا شد که یه اتفاق خوب افتاد، خیلی خوب افتاد، علل خصوص در مصر. علل خصوص در مصر اخوانی ها اومدن گفتن که میبینید اخوانی ها گرایشات سلفی دارن، یعنی منتها سلفی ها باز یه طیفن، نمیشه خیلی همه رو با یه چوب روند. عزیزان اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا کی گفته ان کان فاسقا، حتی اگه فاسق باشه، نه خیر، او باید آدم مؤمنی باشه. آقا کی گفته از این طور باید باشه؟ باید مؤمن باشه، ظاهر الصلاه باشه، ابتداعیات دین رو رعایت بکنه. آقا ما حسین مبارک رو نمیخواستیم، با تیزی پیلیونی دست داده، محرم نامحرم حالیش نمیشه، آقا عکس داریم از شراب خوریش ما نمیخوایم. همین طور اینها شروع شد به تئوریزه شدن. جالبه به طرز خیلی عجیبی، من قشنگ یادم اون سوالا وقتی بررسی میکردیم اونجا رو، چون در واقع مسئولیتی هم داشتم، باید دقیق تمام رسانه‌ها اینا رصد میشد. من یادم حتی یک جایی وقتی مثلا شما مقالات یا سخنرانی که برخی از این اخوانی ها میکردن، میدید خیلی شبیه شدن به نزدیک شدن به الگوی حکومتی که چی شیعه ارائه داده، خیلی نزدیک شدن. به یک بار یک گرایش و نگرش دیگه این مبتنی بر فقه اهل سنت احساس خطر کرد و بروز وجود کرد. این اتفاقی که دانشگاه محمد ابن سعود میفته در عربستان، یک کنگره برگزار میشه که متاسفانه اصلا اینها بررسی هم نشد در کشور ما، که آقا تو دل این بهبوهه اینا اومدن جمع کردن آل سعودی که اصلا ارزشی برای
مباحث آکادمی قائل نیستن، چی شده این کنگره جهانی گذاشتن و جمع کردن و که نه خیر آقا، نگاهی که اخوان به اسلام و فقه اهل سنت دارد کاملا انحرافی است. چرا؟ چون ملک عبدالله کله پا میشه. چیز خیلی واضحه، همان چیزی که از قبل بوده همینه. اینها اومدن صحابه رو از بین ببرن، اینها اومدن اونم چی رو از بین ببرن. آقا به اینه که شما میبینید که برخی از کشورها در مورد مصر یک خط و مشی داشتن، به یک بار چرخیدن و شما رو عنوان تحلیلگر گیج میکنه، میگه عجب این عربستان که این خط و مشی داشت، چرا یه چرخید، چرا ضد اخوان شد، چرا اومد شروع کرد پول خرج کردن و تا تونس، یعنی کشوری به اندازه عربستان سعودی برای سقوط اخوانی ها کار نکرد. اخوانی ها هم البته ایرادات جدی داشتن که در واقع شرایط سقوط رو در خودشون فراهم کردن. من اینجا مدافع اخوانی ها نیستم، برعکس دلپوری هم دارم یه جایی ازشون، این اشتباه نکن. خلاصه اخوانی که 80 سال منتظر تشکیل حکومت، 8 ماه هم دوام نمیاره و اون نگاه پرگماتیستی که تو اخوانی ها بود زدشون زمین. چی بود؟ اینها از جایی نیاز به رأی داشتن. اخوان قائل بر دموکراسی هن، برخلاف اینها، برخلاف این تکفیری ها، اینا میگفتن ما نیاز به رأی داریم. خب بخش قابل توجهی از کسایی که میخواستن رأی بدن نگاه های سلفیه چی داشتن؟ تند داشتن. اینها تحت تأثیر متأثر از رسانه های نفتی بگیریم بهتره، اینا رو رسانه های نفتی عربستان هن. خب این نمیشه عربستان به دلیل خودش، مشی عربستان تو ماهواره آرام آرام عوض شد، آرام آرام عوض شد. مردمی که یک روزی با کمال میل مثلا پشت سر مرسی وایستاده بودن، هرچند از همون ابتدا هم رأی مرسی شکننده بود، آرام آرام اومدن جلو و خودشون علیه مرسی قیام کردن، شلوغ شد حزب نور و امثال و دعوایی که پیش اومد و نهایتا تو انقلاب جوان کله پا شدن. یک چیزی هم من متأسفانه چیدم تلویزیون خودمون نشون داد، واقعا متاثر شدم، شروع کردم اس ام اس دادم بابا این مزخرفات چی داره نشون میدی، که مستندی بود در مورد همین تکفیری ها اینا که مثلا به کتاب خاطرات هیلاری کلینتون اشاره میشد که هیلاری کلینتون گفته بود ما نمیدونم این خلافت اسلامی رو میخواستیم در مصر به وجود بیاریم و من 112 تا کشور دنیا رو فکر کنم اینجوری میگفت، رفتم چرخیدم که قبول کنن، بعد تو اینا بیان یه بخش از سینا رو بگیرن، بخش از سینا رو به اسرائیل بدیم، بخشی رو به حماس بدیم. و اصلا اینقدر این حرف مزخرف بود که اصلا مطلقا همچین چیز صحت نداره، یعنی به هیچ وجه در کتاب خاطرات خانم هیلاری کلینتون همچین چیزی نیست. و وقتی من ریشه اینو بررسی کردم دیدم میرسه به یک صفحه تو فیسبوک که یه لبنانی گذاشته بوده. جالبه مثلا بخشی که میگه من 112 تا کشور رفتم، خانم هیلاری کلینتون تو کتابش مینویسه میگه دغدغه من مدل موهام بود تو اصل خاطراتش، که مثلا اینجا رفتن که تکراری نشه، مثلا یه خورده عوضش کنم، که همه 112 تا هم یه مدل بود تو اونجایی که من حضور ذهن دارم. خب یعنی شو دغدغش این بود، حالا بیام 112 تا اینو خوب نیست واقعا. یا یک فیلمی بود از یه خاخامی پخش شده بود که آقا ما در عراق کی آوردیم سر کار، چی کار کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم. آقا وقتی من عبری یه سری حروف تسلط ندارم اما متوجه میشم موضوع، بس من میگم مثلا این در مورد احکامشون داره صحبت میکنه خاخامه. زنگ تماس گرفتم بگم دوستم که عبری میدونه، گفتم آقا اینو اگه میشه برام ترجمه کنی، بهم پیامک داد که آقا هیچ ربطی نداره به اون چیزی که عرب‌ها برداشتن زیرنویس کردن. خب اگر ببین مقصرم خبرگزاریان، الان همین مطلبی که گفتم در مورد هیلاری کلینتون برید ببینید توی خیلی خبرگزاری هست، همین مطلب در مورد خاخامی خیلی خبرگزاری معتبر متاسفانه گذاشتن. اینکه اینا اعتماد کردن به عرب‌ها، اینا زیرنویس فارسی برنامه زیرنویس عربی قرار دادن، ها اونا شیطنت کردن، یا هم که نه اصلا شیطنت خود اونهاست، یکی از روش‌های عملیات روانی اینه که شما یه اطلاعات غلطی رو می‌ذاری بول دایلاتش می‌کنی یا موتور طرفو میره پایین. خب اینا نباید مبنا قرار بگیره. از این نمونه‌ها فراوون دارم اگه بخوام بگم که متأسفانه زیاد هست. اخوان داشت یک نگاه جدید در شیوه حکومتی اهل سنت، و ما داریم میگم حکومت اهل سنت به خاطر اینکه قالب جمعیت اهل سنت بودن، اما یک لول عقب‌تر نگاه بکنیم اسلامی داشت. ببین ما داریم در مورد بیداری اسلامی صحبت میکنیم، چون بیداری اسلامی که مبتنی بر نگاه اخوان یعنی تغییر حاکم باشه اونطور که قرآن میخواد سرکوب شد. کدوم یکی بولد هایلایت شد؟ همون قبلیه. ببین مردم اسلام میخوان، هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که آقا این انقلاب ها
شورش ها، اعتراض ها از مساجد شروع شده. نماز جمعه ها اوج این اعتراضات بوده، رهبران دینی و خیلی از مفتی ها در رأس بودن، جلوی ایستادن، در این هیچ شکی وجود نداره. من نفی نمی کنم که گروهای دیگه بودن یا نبودن، بله بودن، اما در این هیچ شکی وجود نداره، این قابل نفی نیست. اما بحث اینه که وقتی این نوع نگرش به اسلام در اهل سنت گرفته شد، لاجرم رفتن به اون نوع دوم. نوع دوم همون چیزی که صلح هست، با اون چیزی که با حاکما دست نزن، همین که هست. و دوچار این پارادوکس شدن. مثلا یکی از مفتی هایی که مفتی اهل سنت سوری وقتی میمد در تلویزیون قرار میگرفت و در واقع مهاجم میکرد و به مناظره میطلبید فقهای تکفیری رو، میگفتش که آقا شما چرا علی بشار اسد شوریدید؟ مگه او الان اول الامرتون نیست؟ شما به هیچ حق شوریدن علی اول الامرتون رو خب ندارید، برای چی دارید این کارو میکنید؟ پاسخی نمید. یعنی با این وجود هم باز هم اینا یک جورایی یه بام و دو هوا در واقع کار کرده. اینم این بودم خواستم تو پیش زمینه ذهنتون باشه، چون ما داریم در مورد یک گروه انحرافی صحبت میکنیم. متاسفانه برادرمون خیلی خوب گفت، گفتش که موسوم اسمشو گذاشته دولت اسلامی، باید بشناسیم داستانه چیه. اینم به شما بگم، این خیلی مهمه. من زیاد توی دانشگاه ها میچرخم، خب، و کارم صبح تا شب تو دانشگاه ها سخنرانی کردنه برای اساتید، برای هیئت علمی دانشگاه، غیرشون هم صحبت دارم. ببینید عزیزان، وقتی ما در مورد اسلام داریم صحبت میکنیم، اصلا یکی از دلایلی که منو کشید سراغ این که برم مبانی فقهی حکومتی شیعه و سنی در بیارم همین بود که وقتی داریم در رابطه اسلام صحبت میکنیم، حق نداریم راجع به چیزی که نمیشناسیمش حرف بزنیم. همونطور کسی که بخواد مثلا در مورد سکولاریسم حرف بزنه و مبانی سکولاریسم یا لایسیته رو ندونه، بخواد در مورد این دو بیا صحبت بکنه، تا کسی که اسلام رو نمیشناسه نمیتونه حرف بزنه. از نگاه این کتاب، انحراف در اسلام زمانی میتونه پدید بیاد که حتی شما بخشی از اسلام رو کنار بگذارید. یؤمنو به بعض، یکفرو به بعض. انحراف در به وجود میاد. سامری رو به عنوان یک منحرف این کتاب معرفی کرده، در سوره اعراف و سوره طه. سامری یک جماعت یک تا پرست رو به بت پرستی کشوند، خدا پرست و بت پرستی کشون. فکر میکنید چطور این کار کرد؟ گفت فقبست و قبضت من اثر رسول، من یه مشت از اثر توی پیغمبر رو برداشتم. این اثر ردپا نیست، درسته برخی تفاسیر نوشتن، چون اونجا میگه اجلن جسدن لهو خوار، میگه اون گوساله هیچ وقت زنده نشد، جسد بود. یه باد از بی وزید و صدای مامایی در میگه، اینا فکر کنم مثلا داره ماما میکنه، مثلا این نبود، میگه اون یه سازه بود، یه سازه مکانیکی بود، مثلا یه سازه بادی بود. خب این تأکید میکنه قرآن، یه گوساله‌ای بود که جسد بود، جان نداشت. پس این خاک پاشیدن مرحوم علامه طباطبایی زیر سوال میبره از این جهته، میگه قبضت و قبضت من اثر رسول، من یک مشت از اثر رسول رو فقط برداشتم. رسول خود حضرت موسی است. وقتی یک مشت از آنچه که قرار از موسی میراث بمونه برداری، خراب میشه کار، قطعاً خراب میشه کار. و جالب اینجاست، وقتی سامری میخواد گوسالش رو علم بکنه برای اینکه مردم بپذیرن، دقت کنید، این نکات خیلی ظریفیه، غیر منصفانه تاخته میشه به اسلام و قرآن بدون اینکه ذره حتی مبانیشو بدون این طرف. چی میگه سامری؟ میگه هازا الهکم و اله موسی فنسیه، از موسی مایه میذاره، میگه این خدای شما و خدای موساست، یادش رفت. بگه حالا این نسیه رو چیز دیگه هم میگن، یادش رفت بگه، یعنی باید بازم نگاه بر انحرافش نیاز به نگاه دینی داشت. اسلام یه پکیج، آقا یه طرفشو ورداری ضربه وارد کنه، یک جای از حاشیهشو خارج بکنه، یه جای دیگه خراب میشه کار. اینطوری نیست، هر سازه و ساختار این شکلیه، یه چیز واضحه. هر سازه شما یک ساعت یا چرخندهشو بردار، یا کلش از کار میفته، یا مثلا دیگه بیدارت نمیکنه، برس صبح ساعت کار میکنه اما اون زنگ دیگه نمیخوره، شمانتش دیگه کار نمیکنه. یک بخشی رو شما برداری، یک بخش رو برنداری، همینه. اینم به شما بگم، وقتی پیامبر تأکید میکنه که انی تارکو، من دیگه هیچی ندارم، کل ارث من همینه، که اینو میدونید هم شیعه نقل کرده با سند صحیح، هم اهل سنت توی کتاب مثل صحیح مسلم نقل کردن که صحیحینه و صحیحین جزی از صحاح سته، مولا درز صحیح مسلم نمیده.
در اونجا در مسند احمد ابن حنبل جاهای دیگه کتب معتبر برادر اهل سنت آمده که یعنی تارک و فیک و مستقله کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، گفت من این دوتا رو میذارم لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشن تا اینکه بر من وارد شدن. ان تمسکتم به نه به ما، اگر به هر دوتاشون تمسک جستید لن تزلو بعدی ابدا. لن در زبان عربی نفی للابد، عمرن هیچ وقت گمراه نمیشید اگر هر دوتا رو با هم داشتید. اما نگاه به قرآن از اونجایی که میتونه تأویل پذیر باشه، الان شما میبینید داعشی هم یه آیه قرآن میخونه شما سر بردن، بابا همون آیه قرآن ده شاید دیگه آیه داره که داره اینو توضیح میده. اینطوری نمیشه که. بعد شما باید ببینید آقا کدام نگاه به قرآن، این شکل نیست. یعنی من به اینا چیزایی که باید گفته بشه، چون گفته هم نمیشه بعداً مبنای بسیار از سوء تفاهم‌ها قرار میگیره. این دلایلی میتونه باشه برای اینکه چطور شد بیداری اسلامی به سمت جریانات تکفیری کشیده شد. یعنی یکی بیس این ماجراست که داره درون مایه داشته، یک کششی در درون خودش بوده. دوم جهت‌دهی که صورت گرفت توسط رسانه‌ها که عرض کردم چطور رسانه‌های غربی عربی اومدن کار کردن.